سلام. تو این بحرانایی که نظام ولایت توش غرقه و دیگه توان دست و پا زدن نداره، سران سه قوه نظام یه دوره همی گذاشتن. چرا؟ تا سر به سر هم بذارن و ببینن چه خاکی میتونن تو سرشون کنن. سران سه قوه درباره مهمترین مسائل کشور و منطقه گفتگو و تبادل نظر کردند. آمریکایی‌ها دنبال توطئه هستند، مردم ما رو نسبت به آینده اقتصاد کشور دچار تردید بکنند و اساس برنامه آمریکا هم ایجاد یأس و ناامیدی در میان مردم هست. البته ما در این جلسه برای سناریوهای مختلفی که ممکنه پیش روی ما باشه بحث کردیم و هماهنگی لازم برای تصمیمات آینده ما به حمدالله وجود داره. اولا اینو داشته باش که یه سناریو بیشتر برای سرانجام نظام وجود نداره. دوما هماهنگی کردیم برای تصمیمای آینده. تصمیم الانتون چی شد؟ در مقابل این همه بدعهدی استکبار چه غلطی میخواییم بکنین؟ اینو بگو. سازوکاری هم ما پیشبینی کردیم برای جذب بهتر سرمایه گذاری، به ویژه کارآفرینان ایرانی خارج از کشور. میمات خوبی اتخاذ کردیم. رئیس مجلس هم در گفتگو با خبرنگاران از تلاش آمریکا برای اضطراب آفرینی در ایران سخن گفت و افزود تمام تلاش مقامات آمریکایی با این هدف است که روی فعالیت‌های اقتصادی ما تأثیر بگذارند. من فکر می‌کنم مسیری که جمهوری اسلامی داره طی می‌کنه خیلی داهیانه و دقیق است و دشمنم بیشتر می‌خواد اضطراب ایجاد می‌کنه. گاهی شما می‌شنوید که در رادیو تلویزیون هم زیاد اینو میگن که مثلا اینا تحریم کردن، فلان کردن، ولی وقتی ذاتش رو میبینید، میبینید که بیش از این که در مقام عمل یک عمل جدی باشه، رو پروپاگانداش داره فکر میکنن. مسیر دقیقشون اینطوری بوده که به ارجامشون به اینجا رسیده. حسابشو بکنین اگه غیر دقیق میرفتن به کدوم ناکجا آبادی میرسیدن. ضمن این که پروپاگانداشون نظام ولایت رو به این روز انداخته، حسابشو بکن که وقتی دست به عمل بزنن این آخوندا چه حال زاری پیدا میکنن. رئیس قوه قضاییه همچنین بر لزوم صیانت از اقتصاد کشور برای مقابله با تحریم ها تأکید کرد و گفت دشمن تا زمانی که احساس کند اقتصاد نقطه ضعف کشور ماست فشار را کم نخواهد کرد. ما باید اقتصاد کشور را به گونه ای اداره کنیم که تحریم ها بی اثر باشد. بله، خواب دیده خیر باشه. از کی اقتصاد برای نظام اینقدر مهم شده؟ اگه اقتصاد نظام روی حرف دجال بنا شده که گفته بود اقتصاد مال خره. البته معلوم شده که بعضی از این خرا ژن خوبم دارن. بله. علی لاریجانی در حاشیه نشست سران سه قوه در جمع خبرنگاران گفت وزارت امور خارجه گزارش های سه ماهه در خصوص نحوه اجرای برجام می دهد و کمیسیون امنیت ملی نیز گزارش های شش ماهه ارائه می کند که با توجه به حساسیت مسائل اخیر می توانند مطابق ماده 49 آیین‌نامه به صورت سه ماهه نیز گزارشی به مجلس ارائه کنند که سیمای روشنی از اقدامات آمریکا ارائه داده و برخی پیشنهادات عملی مطرح شود. تازه پیشنهاد عملی مطرح شود؟ پس برای چی جمع شدین؟ حالا به نظرتون حاصل دورهمی سران سه قوه چی بوده؟ هیچی، دستشون خالی تر از خالیه. اصلا این دورهمی رو به فرمان عظما بود که گذاشتن تا تو این وانفسا بیشتر از این جر با جر نشن. البته بعدن صداش بیشتر در میاد. شب شما خوش.
شکار.